سلام مجدد خدمت شما دانشجویان محترم و ویدیوی دوم هفته دهم مضمون مسائل سیاسی جهان یک خوش آمدید. سلایدی که در حال حاضر مشاهده می‌فرمایید همان سلایدی است که در پایان ویدیوی اول این هفته به بررسی گرفته شد، برای برقراری ارتباط شکلی آن را آوردم. خب، طوری که در آغاز درس این هفته هم عرض کردم، قرار است در این هفته در ویدیوی دوم آخرین مبحث فصل چهارم را بخوانیم و چکیده فصل چهارم را هم بخوانیم تا این فصل تمام شود و فصل پنجم شروع گردد. خب، مبحث چهارم، دولت و ملت سازی در جهان در حال توسعه. خب ببینیم، دولت و ملت سازی در جهان در حال توسعه از چی وضعیتی برخوردار بوده است؟ در بیشتر کشورهای در حال توسعه در هنگام کسب استقلال ملی‌گرایی ضعیف بود. می‌دانیم که بسیاری از کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند یا بودند که روزگاری طعم ناخوشایند استعمار را چشیده بودند. اگر یاد شما باشد در فصل اول هم به این نکته اشاره کردیم. برخی میگویند کشورهای در حال توسعه کشورهای پسا استعماری هستند، یعنی ترجیح میدهند که امواره در باب مسائل کشورهای در حال توسعه بحث استعمار را مطرح بسازند. آنها میگویند یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه این میباشد که همه آنها طعم ناخوشایند استعمار را چشیدند و در حال حاضر در وضعیت بعد از استعمار به سر میبرند و بسیاری از مشکلات آنها ناشی از حضور استعمار در این ممالک بوده است. اما به هر صورت واقعیت این است که استعمار در تمام کشورهای در حال توسعه وجود داشته است. بخشی از مشکلات در این کشورها ناشی از حضور استعمار بوده، اما همه مشکلات این کشورها ناشی از حضور استعمار نبوده. استعمار خوبی هایی هم داشته، همچنانی که بدی هایی هم داشته، ولی نباید ما به مسائل تک بودی نگاه کنیم. اما این کشورهای در حال توسعه در انگام کسب استقلال خود ملیگرایی یا ناسیونالیسم آن ضعیف بوده، بعداً ملیگرایی در آن تقویت شده. مثلا همین هند را اگر مثال بدهیم، هند که در سال 1947 مستقل شد، امروز ملیگرایی در آن خیلی قوی هست. خود آقای مودی یک فرد ناسیونالیست و حزبش یک حزب ملیگرا می باشد. پیش از سال 1947 در هند ملیگرایی چندان قوی نبود. در واقع بعد از استقلال ملیگرایی تقویت شد و خود تقویت ملیگرایی باز بعضی از مشکلات را حل ساخت، بعضی از مشکلات را هم اضافه نمود، چون ملیگرایی هم اگر گسترش یابد، خیلی قوی شود و افراطی شود، امکان این وجود دارد که ملیگرایی از حالت مدنی بیرون شود، از حالت منطقی بیرون شود و حتی به فاشیسم مبدل شود. پس باید بدانیم که اگر در بعضی از کشورها مثل هند یا اندونزی امروز ملیگرایی قوی هست، این ملیگرایی اغلب در بسیاری از این کشورها خیلی قوی نبوده. حالا در اندونزی کمی قوی بوده، ولی به این پیمان قوی نبوده. امکان برقراری بالقوه هویت ملی چندقومی در همه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ما از لحاظ نظری، از لحاظ تئوریک می توانیم بگوییم که در تمامی کشورهای در حال توسعه ممکن است که هویت ملی چند قومی
ساخته شود. مثلا در امین افغانستان که هویت ملی قومی هست، یک قومی هست یا تک قومی هست، از لحاظ تیوریک می شود هویت ملی ما چند قومی باشد. و این مسئله در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم صدق می کند، آنها هم می توانند هویت ملی چند قومی داشته باشند. اما خب در عمل یا بالفعل در برابر یا در برقراری هویت ملی چند قومی در این کشورها چالش هایی ممکن است به وجود آید. تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه تلاش کردند هویت های قومی سیاسی و ستیزه های ناشی از آن را با اعلام ملیگرایی مدنی از راه صدور فرمان و یا امگون ساختن اجباری اقلیت ها در داخل هویت محوری قومی ملی موجود سرکوب کنند. ببینید، واقعیت این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل اقوام روبرو می باشند. هویت قومی یا هویت قومی سیاسی در آن کشورها حاکم است. خب برای اینکه به توسعه دست یافت، به دموکراسی دست یافت، باید از هویت قومی سیاسی عبور کرد. هویت تک قومی نمیتواند منجر به رضایت تمامی اقوام شود. دولت های جهان در حال توسعه، بسیاری از این دولت ها فهمیدند که برای اینکه مشکلات اقوام حل شود باید که چکار کرد؟ باید این ستیزه ها را حل کرد، باید آن ریشه ها، آن بنیاد ها که موجب ایجاد در واقع نزاها و ستیزه ها می شود را حل کرد. آنها ناسیونالیسم مدنی را دنبال کردند و سکوت نکردند، جانب عدالت را گرفتند، با صدور فرمان ها و امگون ساختن، مثل هم ساختن اجباری اقلیت ها، تلاش کردند که در داخل هویت محوری قومی ملی موجود همه را عزم و ادغام بسازند تا مشکل حل شود. اما متاسفانه ما در افغانستان این کارها را نکردیم. ما برای حل مشکلات قومی در کشورمان کاری نکردیم، برای ایجاد هویت ملی چند قومی کاری نکردیم. هر کس در اینجا برای قوم خود کار میکند، کسی برای ملت و برای دولت کاری نمی کند. غافل از این که تنها نهادی که ما در چارچوب آن می توانیم به مدنیت برسیم، به دموکراسی برسیم و تنها نهادی که می تواند از ما در برابر خطرات خارجی دفاع کند دولت است. ما اگر می خواهیم قوی شویم باید دولت قوی داشته باشیم. اما ما چنین فکر نمی کنیم. بسیاری از ما در پی تقویت قوم خود هستیم، تقویت قبیله که از قوم هم کوچکتر هست می باشیم. اینجاست که همه ضعیف هستیم و با قوم به هیچ جای هم نمی شود رسید. خب کشورهای دیگر این مسئله را درک کردن و در راستای حل مشکل اقدامات خوبی هم به عمل آوردند. اسلاید بعدی را می آورم. شمار و شدت ستیزهای قومی سیاسی از زمان پایان جنگ سرد به سبب پدیدار شدن رژیم مدیریت ناهمگونی قومی کاهش یافته، اما همچنان برخی ستیزه های خشونتبار به قوت خود باقی ماندند. ببینید، جنگ سرد که در سال 1991 میلادی ختم شد، حتما شما در این باب چیزهایی میدانید، اوضاع را متغیر کرد، اوضاع جهان را متغیر کرد. ببخشید، رژیم های مختلفی در عرصه های مختلف حاکم ساخت، رژیم های گوناگونی را بر روابط ناظر نمود. یکی از کارهایی که جنگ سرد در واقع انجام داد و در پایان جنگ سرد و بعد از جنگ سرد شاهد آن هستیم این است که برای حل مشکلات قومی در کشورهای مختلف جهان بحث نظام مدیریت ناهمگونی قومی مطرح شد و در راستای حل مشکلات قومی اتفاقات خوبی صورت گرفت.
اما همچنان بعضی از ستیزه های خشونتبار قومی با قوت خود باقی مانده است. بسیاری بر این باور هستند که جنگ سرد و اوضاع ناشی از آن بعد از جنگ سرد برای دموکراسی سازی و گسترش دموکراسی خیلی خوب بود. حقیقتا دهه 1990 خیلی دهه مهمی هست و در راستای دموکراسی و ملت سازی کارهای خیلی خوبی صورت گرفته است. ولی خب همچنان ما شاهد قتل عام ها در همین دهه 1990 بودیم، شاهد نسل کشی ها بودیم، شاهد خشونت های ستیزگرایانه بودیم. دانشمندان اکثرا به این باور هستند که پس از جنگ سرد ستیزهای قومی کاهش یافته است. از جمله دانشمندی به نام گور ستیزهای قومی سیاسی در دوره پس از جنگ سرد را کاهش یافته تلقی می کند. در کشورهای در حال توسعه هم شیرین شد، البته در افغانستان نه. ما در افغانستان متاسفانه در دهه 1990 جنگ قومی را شاهد هستیم که هدف من همان جنگ های داخلی در دوران مجاهدین بود و در دوران طالبان. اینجا که اوضاع خاص است، افغانستان یکی از کشورهای استثنایی و شگفت انگیز جهان می باشد. سلاید بعدی را می آورم. این سلاید هم حکایت از این دارد که مبحث چهارم فصل چهارم به پایان رسید و با پایان مبحث چهارم فصل چهارم هم تمام شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم، اما درسمان ادامه دارد. ویدیو به پایان نرسید، ویدیو ادامه دارد. از این فصل چهارم عبور میکنیم و فصل پنجم من را شروع میکنیم. بروم فصل پنجم را در دسترس شما قرار بدم تا چکیده آن را بخونیم. این هم فصل پنجم. فصل پنجم چنانچه میبینید تحت عنوان جامعه مدنی میباشد. ما صحبت میکنیم در مورد جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه. کوشش میکنیم از بس جامعه مدنی جهانی هم صحبت کنیم. اصطلاح جامعه مدنی جهانی هم در این اواخر به کار رفته است. خب ببینیم که در باب جامعه مدنی چه چیزهایی برای گفتن وجود دارد. این که جامعه مدنی چیست کمی صحبت میکنیم در سلاید آخر درس این هفته. در سلاید سوم فصل پنجم به آن اشاره خواهم کرد. اما اول چکیده ی فصل پنجم رو بررسی میکنیم. در دهه 1990 بود که جامعه مدنی از یک مفهوم نسبتاً گنگ به یک مفهوم و موضوعی اصلی در علوم اجتماعی مبدل شد. اینجا باز یک غلطی املایی صورت گرفته است، آن را اصلاح کنم که نگویید استاد نمیدانست. شما که خیلی نکته بین و نکته سنج هستید. اگر موی وجود داشته باشد از بر دیگران ما آن را کوه میبینیم و اگر کوهی از بر ما باشد آن را موی میبینیم. این هم یکی از ویژگی های بیشتر مردم جهان در حال توسعه و افغانستان می باشد. عیب کوچک خود را، عیب بزرگ خود را خیلی کوچک می بینیم و عیب کوچک دیگران را خیلی بزرگ می دانیم. و هر صورت می گذاریم. در دهه 1990 مفهوم جامعه مدنی به یک مفهوم بسیار مهمی در علوم اجتماعی تبدیل شد. قبل از 1990 مفهوم جامعه مدنی گنگ بود، مبهم بود، ابهام داشت. ولی در دهه 1990 خیلی این مفهوم به کار رفت و در واقع در علوم اجتماعی ترویج شد، به عنوان یک موضوع اصلی مطرح شد. چرا چنین شد؟ چرا در دهه 1990 چنین اتفاقی برای اصطلاح جامعه مدنی صورت گرفت؟ چند عامل مهم در تبدیل شدن این واژه به واژه اصلی و موضوع اصلی مطرح است. عامل‌های مهمی وجود دارد در تبدیل شدن این واژه به واژه اصلی.
می توان گفت چند تا دلیل، چند تا مسئله وجود دارد. حالا ببینیم این عامل ها چی بوده است. این عامل های مهم که در تبدیل شدن این واژه به واژه اصلی در علوم اجتماعی نقش داشته چی بوده است؟ یک، در دهه 1990 آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی برای ترویج دموکراسی در خارج از مرزهایشان تمایل نشان دادند. در دهه 1990 که ایالات متحده آمریکا در رأس جهان قرار گرفت و از شر شوروی راحت شد، نظم و نوین جهانی به تعبیر بوش، جورج بوش اول در واقع حاکم شد. ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی از ترویج دموکراسی سخن گفتند. ما بارها در درس‌های گذشته هم به این موضوع اشاره داشتیم که در دهه 1990 دموکراسی گسترش یافت. آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی تمایل زیادی برای گسترش دموکراسی نشان دادند. حتی این بحث مطرح شد که صلح در دنیا با ترویج دموکراسی به دست می آید. بیل کلینتون، مارگریت تاچر، اینها همواره در دهه 1990 به این در سخنرانی های خود اشاره می کردند که با گسترش دموکراسی می توان امنیت بین الملل را بالا برد و شاهد صلح در جهان بود. در واقع فروپاشی شوروی کشورهای اروپایی و آمریکا را متمایل کرده بود که در اجزای جدا شده آن نظام ها اجزای جدا شده آن نظام های شبیه نظام خود داشته باشد. شوروی در 1991 فروپاشید و فروپاشی شوروی خیلی اتفاق بزرگی است. اما آنطوری که با وجود آمدن شوروی در سال 1922 اتفاق بزرگی هست، فروپاشی آن هم اتفاق خیلی بزرگی هست و پیامدهای زیادی داشته است. شوروی در واقع با فروپاشی خود فرصتی را برای غربی ها مساعد ساخت و آنها به فکر تأمین دموکراسی در کشورهای اجزای جدا شده شوروی باشد یا اون جمهوریت هایی که بعد از شوروی به استقلال رسیدند. خب ترویج دموکراسی را به این سبب می‌خواستند که در این کشورها نفوذ نمایند. اسلاید بعدی را می‌آورم. دومین عامل عاملی بود که ارتباط به تغییراتی دارد که در خود دموکراسی‌های جا افتاده به وقوع پیوست. عامل اول در واقع عامل خارجی بود، عامل دوم عامل داخلی، تغییرات گسترده‌ای در دموکراسی های جا افتاده، یعنی در همین دموکراسی های پیشرفته، یعنی همین کشورهای غربی به وجود آمد و آنها به فکر در واقع یک سلسله تغییراتی شدند. و عامل سوم هم این بوده، سرخوردگی از عملکرد نهادهای دولت عامل دیگری در برابر این تحولات بود. در داخل کشورهای غربی سرخوردگی شدیدی از عملکرد نهادهای دولتی به وجود آمده بود. می‌دانیم که جامعه مدنی برای دموکراتیک ساختن دولت عمل می‌کند. بحث جامعه مدنی خیلی مورد توجه قرار گرفت، اما رواج مفهوم جامعه مدنی منجر به مبهم شدن مفهوم آن شده است. نکته مهم این است که این مفهوم مروج شد و ترویج گردید، ولی با ترویج خود ابهام خود را هم بیشتر کرد. همین اکنون هم ابهامات زیادی در باب اصطلاح جامعه مدنی وجود دارد. این سلاید را هم ببینید. جامعه مدنی چیست؟ شما چی فکر میکنید؟ باید بحث جامعه مدنی را در جامعه شناسی سیاسی بخوانید. جامعه مدنی مجموعه نهادهایی هست که برای دموکراتیک شدن قدرت سیاسی مبارزه میکنند. نهادهای جامعه مدنی نهادهایی هستند که برای سیاست مبارزه نمی کنند، برای این مبارزه می کنند که قدرت سیاسی دموکراتیک باشد و قدرت سیاسی در خدمت مردم باشد. این نهادها پلی میان مردم و میان حکومت می باشند و
و وجود آنها خیلی خوب است. برای دموکراسی خیلی مفید است. جامعه مدنی، حالا بعدا در بابش بیشتر صحبت خواهیم کرد، یک اصلی در دموکراسی ها می باشد و باید باشد تا نگذارد قدرت سیاسی به سمت استبداد برود. در اینجا می رسیم به پایان چکیده فصل پنجم و نیز پایان ویدیوی دوم هفته دهم. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، بدرود.